تو این ویدیو راجع به رپرهایی حرف میزنیم که در طول کریرشون با هم فید داشتن و هم بیف. بعضیا با هم دوست بودن که بعد بگو رفتن و بعضیا فقط در حد فید بودند و بعد به مشکل خوردند. با ما در ادامه ویدیو همراه باشید و حتما لایک و ساب یادتون نره. شماره 10 بامداد و دیگرد. دلیل بیف این دوتا یادم نیست، ولی این دوتا با هم عضو گروه پلاک بودند و فعالیت زیادی با هم داشتند. دیگرد تو آهنگ زائد بامداد رو دیس کرد، این بامداد دیس بک داد یادم نیست، این که دیگرد باز دیس داد اینم یادم نیست، حتی قیافه دیگرد رو هم یادم نیست، فقط یادم بیف داشتن و دوست دختراشون چیری بودن. یکی بود یکی نبود، زیر گنبر کبود، اون که بود میشد کبود، پاره کم بود لاش خرابه کشید سرک، از پشت پرده ما اینجا موندیم تو صحنه نمایش نمیشه تم. شماره 9 جی جی و ویلسون. بعد اینکه ویلسون به زدبازی برگشت، اختلافاتی بین ویلسون و جی جی به وجود اومد که زدبازی رو به دو دسته تقسیم کرد. جی جی تو آهنگ مهمون خودمونه به ویلسون تیکه انداخت. چه جوری حرف میزنی با اون بالاتی، وقتی 30 سالته هنو خونه مام باباتی، زاخر کل برنامت اینه که ارث به و سامان. ویلسون تو یکی از آهنگهای آلبوم بزرگ به جی جی تیکه انداخت. یه مدت زیادی با هم قهر بودن تا بالاخره تو عروسی سیجل با هم آشتی کردن. شماره 8 کوروش و کچی بیتس. کوروش و کچی همکاری های زیادی داشتن و تقریبا با هم رفیق بودن، تا اینکه سر آیسن و اعتراضات تو چنل هاشون به هم کسشر گفتن و کوروش تو آلستار 2 کچی رو دیس کرد. دیگه به ما نندازی کل سکسی ها، میدن پاچش تو کنن مثل کبدت سیا، تو رو خدا زده خدا رم که زره پرشی ها، با ما بیف کنی غرق میشه همه کشتیات، اینا فکته هیچ کدوم کسشر نیست و سر ننا. شماره 7 نیموش و کاغذ. نیموش و کاغذ با هم تو دو تا آهنگ همکاری کردن که یکیش آهنگ آلبوم اووردوز بود و یکیش هم آهنگ تیدی بود که نیموش توشون آرنبی میخوند. بعد سر عکس حسین با لیتو و خلصه نیموش رگباری کاغذ رو دیس کرد. معموشه بیناموس، یعنی این اسم لایقه تا قشنگ حروم زاده، ما جز کار خیر براده چیکار کردیم که اینجوری دارید؟ شماره 3 خلصه و پوتک. دعوای خلصه و پوتک از اینستاگرام شروع شد و با آهنگ‌های سگ‌کشی و یادگاری ادامه پیدا کرد. این بیف تا زمانی که پوتک تو یوتیوب گوهی نشده بود ادامه داشت و هر از گاهی پوتک تو آهنگاش تیکه مینداخت و خلصه فوش می‌کشید. این بیف با یه ویدیوی یوتیوب و یه فیت تو یکی از آلبوم‌های کسشر پوتک تموم شد. ببین گیزاده، اسم من از دهنت بکش بیرون، زنگ زدی به سیجل خایمانی کردی تو آلبوم رات بریم، به خودم زنگ زدی خایمانی کردی، آخه شاشیدم به قبر مادرت زن جنده، صدات هست که زنگ زدی به سیجل گفتی تو رو خدا من هم بذاریم به شماره 5 پیشرو و تتلو. پیشرو و تتلو رفیقای جونجونی بودن و الان هم هستن. حتی یه مدت پیشرو به خاطر پخش آهنگ 100 میلیون رهن توسط تتلو ناراحت شده بود و آهنگ توتول رو منتشر کرده بود که بعداً سر آهنگ حله دوباره آشتی کردن و کیرم دهن جفتشون. حرمت نون و نمک بذار، همه میگن این رفیق دوز و کون و بغل بذار، میکروفون و از رفرا گرفتی، خودم از در پسش میگیرم میدمت بدم پزشکی. شماره 4 پیشرو و هیچکس. پیشرو و هیچکس در کنار هم مؤسس گروه صامت بودن و با هم کارهای شاهکاری مثل بازم کلان پیچیده تو کوچه و رو ساختند. سر انوازی های لشکری و در آخر آهنگ اون مثل داداشم بود بیفشون شروع شد. سه مهراد هیدن و عرفان. این دوتا با هم تو ریمیکس خط من همکاری داشتن و حتی آهنگشم با هم تو کنسرت اجرا کردن، ولی بعد سر بیف زدبازی و پایدار همو گاییدن. این مدت هم تو یوتیوب علیه همدیگه ویدیو می ساختن و به همدیگه کسشر پراکنی می کردن. الان هم رابطه شون همچنان شکرابه.
میری ایران میای پوزشو میری جنده یه دولت میری میای کستشو میری بازم بالا پایین پریود قرصشو میری دوباره داره دری بری. شماره تو پوری و هیپاپولوژیس، این دوتا رفیق و داداشی بودن و یه آهنگ هم دارن با هم که اسمش یادم نیست و حتی قرار بود تو آلبوم های هم دیگه هم حضور داشته باشن. سر فحاشی هیپاپولوژیس به تتلو، پوری پشتشو خالی کرد و در نتیجه کلن رابطهشون بگاه رفت. بعد از اونم دیس بازیشون شروع شد و در مرحله آخر دیس بازیشون ناموسی شد. خلاصه که فعلا زیاد امیدی به آشتی کردنشون نیست. نوف مندم شین تو که رفیق سعیمید زدت لفظی بیا که داری وجودش جنتیکی باشه تو خونت میگه میام در دکونت چاخ گوز سرن رو تو کونت میخواد. شماره یک، حسین و هیچکس. این دوتا از همون روز اول شروع زندگیشون با هم دیگه بیف داشتن و تا به خود الانش هم دارن ادامه میدن به بیفشون. فقط یه دوره جوگیر شده بودن و فاز اتحاد داشتن که تو همین دوره آهنگ تو مستی رو منتشر کردن. خواستم بشینم و مسکولم ولی تو اومدی و انداختی دستورم تلو تلو میخوری معلومه مستی بعد مهمونی بگی عموم مشتی اونقدر داغی باشی و یه مدت کوتاه بعد از اون دوباره بیفشون ادامه پیدا کرد. ای بابا خفه تو رو خدا بس و بریم جلو ما رو نبه خفه بابا خفه چوک نگو بس و برو ما رو دیگه نخندون. ویدیو تموم شد، پارت دو هم نداره. کامنت هم خواستید بذارید، نخواستیدم نذارید. خداحافظ. حالا من دارد دروانه ایم.